خب دوستانم سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه مرجیمک چرباسی درست کنیم. خب بچه من مواد رو اینجا چیدم که شماها ببینید مواد مورد نیاز چیان. خب ادویه و اینا که خب مشخصه، مواد رو اینجا شما ببینین و طبق میزانه که میخواین درست کنین خودتون دیگه تنظیمش کنید. الان نمک و فلفل سیاه و زردچوبه نیاز داریم و پول بیبر که فکر میکنم همون پاپریکا میشه دیگه، دو قالب کره که یه قالب برای زمان پخته که توش میریزیم و یه قالب هم این پول بیبره رو باهاش تفت میدیم برای تزیین روش. دیگه این که مرجیمک داریم، مرجیمک کرمیزی، کرمیزی مرجیمک یا همون عدس قرمز که حالا گولشو نخورین، نارنجیه ولی اسمش کرمیزیه، و یا میتونید ساری مرجیمک هم استفاده کنید، یعنی عدس زرد. حالا هر دوش هم میشه برای این. من برای دو نفر یه دونه پیمانه، یعنی این لیوانه رو ببینید، اینو برای دو نفر من استفاده میکنم. حالا شما اگه برای چهار نفر میخواین استفاده کنید، دو تا لیوانه اینقدری بریزید. دیگه این که سیب زمینی و پیاز داریم. سیب زمینی یه دونه بزرگ کافیه، خب ولی به خاطر اینکه توی مواد اصلی این آرد هم هست و من آرد نمیریزم توش، به دلیل این سیب زمینی میریزم که اون قوام مورد نیاز من رو بده، برای همین دو تا سیب زمینی میریزم. دیگه این که پیازم که خب میبینید دیگه، یه پیاز متوسط. و راستی بچه ها رب هم نیازه برای این مواد، حالا رب گوجه فرنگی یا گوجه رنده شده که من فراموش کردم اینجا بذارم، حالا در طول ویدیو بهتون نشون میدم. من خودم گوجه رنده شده همیشه استفاده میکنم. خب دوستانم مرجیمک ها رو، عدس ها رو میشوریم، بعد یه مقدار آب میریزیم روش. ببینید تقریبا انقدر آب کافیه، نگران نباشید. اولش آب کم میریزیم و بعد آروم آروم اگه نیاز باشه که حتما نیاز هست اضافه میکنیم. نکته که وجود داره اینه که این مدل عدس رو هر چقدر که میشوری یه آب این مدلی سفید میبینید انگار آب نشسته است، از خودش پس میده. شما هر چقدر بشورید این اتفاق میفته، برای همین خودتون اذیت نکنید، دو بار سه بار بشورید کافیه. بعد اینکه سیب زمینی ها رو، سیب زمینی و پیازمون رو قطعه های خیلی درشت خرد میکنیم توش، فقط برای اینکه بپزه و ما بعدن اینا رو قراره با گوشتکوب برقی میکس کنیم، واسه همین نیاز نیست خیلی ریزش بکنیم، خودتون اذیت نکنید. بچه ها چیزی که وجود داره اینه که تو مواد اصلی این غذا هویج هم هست، یعنی ترکا هویج هم میریزن، ولی وقتی هویج میریزیم یه کوچولو به شیرینی میزنه. خب من یه مقدار ایرانیزه کردم این غذا رو و هویج رو خودم حذف کردم، به خاطر اینکه مثلا به مزاج ها بستگی داره دیگه، ما خودمون خیلی دوست نداریم که غذا به شیرینی بزنه. حالا اگه شما دوست دارید هویج هم توی همین مرحله میتونید اضافه کنید. حالا میتونید هم قبلا خرد بکنید که مثل من اینطوری به خودتون عذاب ندید. آره این هم میتونید قبلا خرد بکنید. کره ای که گفتم برای مرحله پخته رو توش میذاریم، یه تیکه دیگه برای روشه، برای تزیین روشه که با پول بیبر میخوایم سرخ کنیم. توی مرحله نمک و فلفل و زردچوبه هم به میزان لازم میریزیم. نمک رو یه مقدار بریزیم فقط برای اینکه مواد طعم‌دار بشه و بعد نزدیکای آخرش میچشیم، اگر نیاز بود دوباره بهش اضافه میکنیم. خب فلفل هم که خب خیلی سلیقه‌ایه، ولی نظر منو اگه میخواین خیلی تندش نکنین توی مرحله، به خاطر اینکه اون پول بیبری که برای روش با کره و روغن تفت میدین یه مقدار تندش میکنه، بنابراین زیاد فلفل نریزین. زردچوبه هم که حالا به میزان لازم. خب موادمون رو هم میزنیم، دیدین چه راحت، همه رو ریختیم تو دل هم، هم میزنیم، درش رو میذاریم رو حرارت زیاد تا به جوش بیفته. به جوش که افتاد زیرش رو کم کنیم. بچه این چیزه رو یادتونه گفتم، رب یا گوجه رنده شده، من گوجه رنده شده استفاده میکنم، اگر بخواین میتونین رب هم استفاده کنیم، ولی الان نمیریزیم، ما میذاریم که یه مقدار که به قوام افتاد و نزدیکای نیم پز که شد بعد اون اضافه کنیم. خب ببینین
آبش دیگه تقریبا اصلا کامل کشیده شده، فقط الان آب جوشیده و من اضافه میکنم. فقط یادتون باشه بچه ها، چون هم سیب زمینی و هم عدس وقتی میپزه حالت غلیظ میشه، ممکنه که خیلی زود ته بگیره، برای همین تو این مرحله که میاد سفت بشه تونتون همش بزنید، حواستون بهش باشه که یه وقت ته نگیره. کلا غذایی نیستش که زمان پخت زیادی داشته باشه، زیاد اذیتتون نمیکنه، یه مقدار حواستون باشه بهش کافیه. و دوباره باز زیاد آب اضافه نمیکنم، چون بعداً احتمالاً نیازه که یکم دیگه اضافه کنم. کم کم هر زمانی که نیاز داشتید اضافه کنید بهتره. خب توی مرحله که حالت نیم پز شده نگاه کنین. خب ببینید توی مرحله تقریبا پختن و مخلوط هم دیگه شدن. خب الان دیگه وقتشه که رب یا گوجه رنده شدمون رو اضافه کنیم. یعنی تو هر ویدیوی آموزش آشپزی یه خرابکاری من باید داشته باشم. خب دوستان، بعد از این مرحله شما تشریف میارین خونه ما که خرابکاری ها رو با هم دیگه تمیز کنیم. خب من الان باید یکم دیگه بهش اضافه کنم، چون این کم بود. این دیگه خیلی سلیقه‌ایه، من خودم روبه گوجه نمیریزم توش، من گوجه رنده شده میریزم، حاضریم هست تو کاشه فکر کنم، مارک تو کاش. حالا شما دوست داشتید روب بریزید، میخوایدم خودتون گوجه رنده کنید بریزید. این مرحلهش خیلی سلیقه‌ایه دیگه بچه ها، میخواین چه رنگی باشه غذاتون. ولی اگه نظر منو میخواین، اگه روب گوجه میخواین بریزین، خیلی زیاد نریزین، چون طعم روب زیاد خیلی جالب نیست. حالا گوجه رنده شده فرق داره، زیاد طعم خاصی نمیده، ولی روب گوجه زیادش خوب نیست. چه کردم من اینجا رو؟ خب من تو صحنه بعدی اینجا رو پاکسازی میکنم که آرامش بصری شما حفظ بشه. میذاریم یکم با این بپزه. خب همونطور که میبینید من اینجا رو تمیز کردم، زیرشم یکم کم میکنم که زمانی که برمیدارین در ظرف رو، وقتی که خیلی زیره زیاده این مثل مواد مذاب شروع کنه میپره این بر اون بر. حواستون باشه، یه ببینید در قابلمه رو من چجوری گرفتم، مثل سپر بگیرید که روی خودتون نپاشه، چون که غلیظ شده ممکنه که بپاشه روتون. یه راهی هم داره که وقتی که درشو برمیدارین بلا فاصله یه ته استکان آب بهش اضافه کنین، اینطوری از جوش میفته اون حالت مذاب ماننش هم بمیره. میبینید بچه ها چطوری پخته، کاملا مواد مخلوط هم دیگه شدن. حالا سیگه سیب زمینی ها شکم درشت مونده که اونم باید میکس بشه. الان در واقع غذای ما حاضره، ولی اگه دلتون بخواد میتونید بذارید در این حالت میکس شده هم حالا یه قله یکی دو دقیقه‌ای بزنه، ولی در واقع حاضره دیگه. میبینید قوامش چطوریه؟ عین یه کاچی شله تقریبا. من میذارم یکی دو دقیقه دیگه هم یکم قل بزنه، یه کوچولو قوامش بره بالاتر، یکم غلیظ‌تر بشه. خب بچه‌ها من یه مقدار روغن مایه‌ام ریختم، کرم میذارم توش. میتونید روغن مایه مخلوطه، یعنی روغن مایه و کره، یا فقط کره باشه یا فقط روغن مایه، اینش دیگه سلیقه‌ایه دیگه. برای روش دارم آماده میکنم و اینم که پول میبرم. خب وای میسم کره یه مقدار آب بشه، کوچولو آب بشه و داغ بشه. خب من یه قاشق میریزم، حالا شاید بازم دوباره بریزم، یکم دیگه هم میخواد. خب اینو میریزم، خیلی نیاز نیستش که حالا بخواییم تفتش بدید و مثلا سرخش کنید. یه مقدار که شروع میکنه به داغ شدن و جوشیدن و حباب حباب شدن کافیشه. از اونجا مشخص هستش، مشخصه، ببینین داره حباب حباب میشه، دقیقا مثل نعنا داغ که خیلی تفتش نمیدیم برای اینکه ممکنه بسوزه، اینم همین، چون که خشکه دیگه.
وقت کشیدنه. قوامشو ببینین بچه ها. الان کاملا آماده است. خب. به به. جاتون خالی بچه ها. جب از رو داره. یه مقدار هم میزنیم، کره رو با پول ببره مخلوط کنیم، بعد روش میریزیم. بچه ها این تنده ها، این مخلوط، این رو بگم که اگر چیز تند دوست ندارین کلن این تزیین رو باید بیخیال بشید. خب بچه ها اینم غذامون و تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.